تجربه طولانی کار در یک رادیوی دیگه، رادیو 670 رو در اینجا داشتید. در تلویزیون های متعدد سالهای طولانی برنامه های تلویزیونی داشتید که همش هم با اقبال مردم مواجه بوده، اونم به دلیل این است که شما روی نیازی انگشت گذاشتید برای اولین بار شاید که دیگران به این سبک و سیاق وارد مطلب نشده بودند. و خب 80 میلیون ایرانی قاعدتا 80 میلیون نوع مختلف مسئله روانی و از این حرفو دارن، مثلا اداپشن اجتماعی و این حرفا رو دارن. بنابراین خب طبیعی است که این استقبال هم به عمل بیاد با توجه به توانایی هایی که در شخص جناب عالی است. در این دوره رادیو همراه چه چیزی بیشتر از همه جلب نظر شما رو کرده بر مبنای همه اون تجربیات؟ چه ویژگی داره نوع کسانی که با شما برخورد میکنن در مقایسه با تجربه طولانی که دارید؟ بله، البته رادیو همراه، چون من صبح 9 تا 11 و 4 تا 6 هم 9 تا 11 بیشتر وسط دوستان از ایران و اروپا پر میشه، یعنی بیشتر اون عزیزان شرکت میکنن، با وجودی که ما 5 تا خط رو بیشتر باز نمیکنیم، ولی وضعیت به این صورت است که همیشه بدون استثناء هر 5 تا خط روشنه. وقتی با یه دوستی هم خداحافظی میکنم بلافاصله جایشون رو پر میکنم، ولی متاسفانه بیشتر از 5 یا 6 نفر رو در یک دو ساعت نمیشه باشون گفتگو کرد. ویژگی که الان وجود داره اولا از ایران و اروپا بودن بیشتره، به خاطر اینکه ما یه مقدار جنبه جهان داریم. بعد از اورا یه مقداری از امریکاست، ببخشید منو، و عذر میخوام، از استرالیا، و بنابراین دوستانی روی خطش. اما فکر میکنم بیش از 80% دوستانی که روی خطش میارن بین 25 تا 40 و همه تحصیلات عالی دانشگاهی دارن، یعنی به جرات میتونم بگم نیمشون با مدارک عالی دکترا هستن یا در اون رشته هایی که فقط فوق لیسانس یا لیسانس وجود داره، یعنی عالی ترین. و نوع برنامه بسیار متفاوته. ضمناً چون رادیوی خود منه، یه مقدار من باش راحت تر هستم، و ضمناً به هر حال بعد از 6 مارچ خواهد شد 15 سال برنامه رازها و نیازهایی که داشتم و همونطور که اشاره فرمودید تا یه تقریبا شاید 10 سال گذشته در تلویزیون ها و گفتگو با بیش از 25,000 نفر فقط رو خط رادیو تلویزیون، اونم صحبت نسبتا مفصل، یعنی معمولا یک یا دو سگمنت مثلا 16 یا 32 دقیقه است، کوتاه نیست. یه فرصتی داده که کمی با زوایای پنهان و پیچیده انسان بیشتر آشنا بشیم و به هر حال توجه بسیاری رو جلب کرده، مخصوصا با توجه به اینکه این گفتگوها جنبه روانی داره، جنبه اجتماعی داره، جنبه خانوادگی داره، پرورش و تعلیم تربیت داره. اگر احتمالاً کمی گفتگو درباره موضوعهای اقتصادی یا مسائل فلسفی و شاید برخی از اوقات یه مقدار بیش از اون باشه، به دلیل علاقه ای که من به این موضوع داشتم، مسائل میتونیم با هم در میون بگذاریم. ولی استقبال فوق العاده است، یعنی من خب جای دیگه هم بودم، ولی اینکه این همه خط اشغال باشه و بعد این همه دوستان آگاه و دانا با موضوعهای مختلف و متفاوت و متنوعی تشریف بیارن، ولی من از یه جهاتی هم تازگی داره. ولی بعدم هفته 20 ساعت مهران رو خط رادیو، هم 4 ساعتی هم تقریبا یا 3 ساعت و نیم هم تلویزیون، بعدم دوشنبه هم که در خدمت شما هستم. همجاست که زندگی بر روی آنتن های رادیو تلویزیون میگذره. ویکند هم که بالاخره یه نقطه، یه گوشه دنیا هستین. به هر حال چاره ای نیست. البته من همین شنبه و یک شنبه من از ساعت 1 تا 9، دو روز، یا 9:30 تقریبا، دو تا در حقیقت دو روز رو 17 یا 18 ساعت در خدمت دوستان بودم. یه مقدار صدام که خوب نمیشه به خاطر اینکه خیلی حرف میزنم. البته حرف مفت زیاد میزنیم، ولی اخیرا یه جاهایی غیر از اینجا مفت حرف نمیزنیم، ولی همچنان حرفا همچنان مفت. نه شما اصلا به نظر من تیسوشترین برنامه ساز رادیو تلویزیونی اگر قرار باشه انتخاب بشه، من شما رو انتخاب میکنم. برای اینکه خب اولا سرمایه خوبی دارید، دانش و آگاهی که دارید در عرصه‌ای که عرضه میکنید، و بعد خودتون هستید و یک تلفن و
صبر و بردباری که نشون میدید و مشکل گشایی که از مردم میکنید، این قاعدتا شما هستید و معمولا میگفتن نویسنده هستن یه قلم و یه کاغذ. آخه صبر و بردباری نیست، دوستان حرفای خوب میزنن، برنامه رو خوب میکنن، من برای چی حرف بزنم؟ دوستان میگن صبر و بردباری، من اینقدر دلم میخواد بیان همه شو حرف بزنن، بندم به حساب من وقت گذاشته میشه. نه ولی بعضی وقتا شما رو میشه عصبانی کرد. همیشه من عصبانی هستم وقتی که خشمگین، طلبکار، ناراضی، خود بنده هم دیگه. خب آقای دکتر، برگردیم سر اصل برنامه که باور کنید تعداد زیادی از بیننده ها در دو هفته گذشته به من پرسش میکردن پس چی شد؟ چون همه نشسته بودن پای این که توجیه شما رو در مورد رابطه عشق و آزادی بدونند. اگه یادتون باشه سه هفته پیش به اینجا رسیدیم که شما گفتید که فقط در آزادی است که عشق ممکن میشه. در واقع اینها رو دو عنصر مکمل همدیگه بهش اشاره کردم. من همچی حرفی زدم؟ یه همچی مفهومی رو بیان کردم. نه حتما گفتم، برای که شما درست میفرمایید. من چون یادم میره گفتم، پس خواستم مطمئن بشم اینو گفتم. ممکن حالا توضیح بدید در مورد این مفهوم؟ حقیقت چه به شما بگم، چون لطف کردید دیروز تلفن فرمودید که موضوع عشق و آزادی باشه، منم خدمتتون پیغام گوشتم با کمال میل، فرصتی برای گفتگو نبود. ولی الان که میفرمایید من درباره رابطه این دو صحبت کردم، بذارید از یه دیدگاهش من وارد بحث میشم، در حالی که دلم میخواد هم عشق رو هم آزادی رو بعداً تعریف کنم. شما میدونید که نظر من این است که انسان دیروز با حسش در تولد تا یه سالگی زندگی میکرد، سنس و سنسیشن. بین یک تا هفت سالگی این انسان علاوه بر حس به دو چیز دیگه توجه میکنه، یکی هوش اینتلیجنس که تنوع در سازشه، و یکی تخیل و تصور، ایمیجینیشن اند ویژوالیزیشن. بنابراین من و شما تا یک تا هفت سالگی با حسمون و هوش و تخیل و در حقیقت آنچه که مجموع اینها زندگی میکنه. اشکال کار اینه که بین یک تا هفت سالگی ما تنها با حس و هوش و تخیل زندگی نمی کنیم. از این حس و هوش و تخیل دو چیز در میاد، یکی احساس feeling and emotion، احساس و هیجان، و یکی باور و اعتقاد، belief system. و بنابراین من و شما در پنج سالگی با حس و هوش و تخیل همه احساس ها رو ساختیم، خوب و بد، غمگین بودیم، شاد بودیم، عرض کنم یه در دوست داشتیم، از یه در بدمون می آمده، و در این حال نظام باورها و اعتقاداتون، یعنی همه جهان بینی، نگاه ما راجع به طبیعت، انسان، اصلا بود و نبود خدا، اینکه کی خوبه کی بده و هر چیزی از این قبیل. در طول تاریخ این انسان رسیده به 18 سالگی همچنان با حس و هوش و تخیل دور و بر همون احساس و باور زندگی کرد و در نتیجه شده 18 سال. بعد از 18 سالگی هم رسیده به 100 سالگی با همون حس و هوش و تخیل و احساس و باوری که در 7 سال اول ساخته با اون زندگی کرده، درست مثل من شما که در 7 8 سال اول فارسی یاد گرفتیم. این بشر دیروزه. برای اولین بار ظرف 300 400 سال گذشته یه عده‌ای آمدن از یه نیرویی که در انسان بوده و انسان دیروز ازش استفاده نکرده استفاده کردن، و اون چیزی هم که حتی از نظر مراحل رشد مغز میشناسیم اون مرحله در حقیقت کورتکس یا مخه که جایگاه حس و احساس هم هست اما واقعا نیست، جایگاه عقل، rational mind thinking و reasoning. و عقل آنچه که به عنوان عقل میشناسیم که بر اساس اصل اویدنس کار میکنه نه بر اساس اصل علیت، یه ویژگی داره و اون آزادی. یعنی انسان عاقل کسی است که میتونه آزاد بشه و آزاده بشه از فرهنگ و تاریخ و جامعه و کودکی و گذشته، حتی تا حد زیادی از زندان طبیعت خودشو آزاد کنه. برجاست که با رو زمین باشه تو آسمونه به خاطر عقل. بنابراین برای من اینجا مهم هست که این عقل مشخصه اصلیش آزادیه، در هیچ موجود دیگه نیست جز انسان. این انسان آزاد میرسه به اخلاق، مورالیتی، و از اخلاق میرسه به مسئولیت. پس بنابراین حالا شما با عقل به آزادی و بعدن اخلاق و مسئولیت میرسید. اما قرار این است که با این عقل برید سراغ واقعیت و علم رو بسازید. پس این عقل میره سراغ واقعیت، علم رو میسازه.
حالا با علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت شما با دو چیز رو بسازید. یکی احساسات و عواطف و هیجانات رو، یعنی your feeling and emotion، یعنی این رو بسازید، نه اون feeling و emotion 7 سال اول داشته باشید. و دوم نظام باورها و اعتقادات رو که مبتنی است بر علم و عقل و واقعیت، اخلاق، مسئولیت، این رو باید بسازید. حالا اون چیزی که احساس و عواطف و هیجاناته که نتیجه عقل آزاد و علم و واقعیت، اوج این احساسات و عواطف در یک چیزه و اون عشقه. یعنی اصلا علت این که عشق در انسان ممکنه به خاطر آزادیه. نتیجه آدمی که عقل نداره عاشق نمیشه، آدمی که عقل نداره آزادی نداره، درگیر زندان. برابر این ارتباط از نظر من علمی و فلسفی مسئله در اینه که آزادی است که زمینه رو برای عشق فراهم کرده. برابر این گفته میشه عشق فرزند آزادی، برای این که این آدمه. نتیجتا من همطور که میدونید قبول ندارم آدم های گذشته عاشق بودن، برای که عقل نداشتن، با علم و عقل و واقعیت اخلاق و مسئولیت رو نساختن، احساسات، عواطف و هیجان نساختن و باوران. یه نکته دیگه عرض میکنم، منتظر مطالب استالی میشم، و اون اینه که امروز منی که در 7 سال اول افسرده شدم یا مضطربم یا خشمگینم یا خجالتیم یا احساس گناه میکنم یا احساس حقارت میکنم، یعنی اون احساسهای بد و منفی، فقط کافیست بیارم همه اونا رو و در بعد از 18 سالگی که عقل رشد میکنه اونجا نظام باورها و اعتقاداتم رو و مبتنی بر علم و عقل و واقعیت احساسات، عواطف و هیجان بسازم، افسرده نخواهم بود، مضطرب نخواهم بود، خشمگین نخواهم بود، خجالتی نخواهم بود، احساس گناه هم نمیکنم، احساس حقارت هم نمیکنم. به همین جهته که امروز بهترین طریقه درمان افسردگی دیپرشن یا استراب انگزایتی یا اداره کردن خشم یا رها شدن از شرم و خجالت یا گناه یا احساس حقارت کاگنیتیو تراپیه، رفتار درمانی نیست، در حالی که همراه شناخت درمانیه. یعنی امروز آدمی که عاقله میتونه به راحتی از افسردگی بیاد بیرون، آدمی که عاقله میتونه از استراب، از خشم، از احساس گناه، از احساس خجالت بیاد بیرون. به همین جهت که همه احساسا اینجا تغییر شکل و ماهیت میده و برای اولین بار بالاترین مرحله احساس که عشق خودشو در میاره. برابر این ارتباطو من از چند جور دیگه هم میتونم برم، ولی میخوام سیستم انسان امروز رو که توانایی داشتن عقل رو داره در ارتباط با آزادی و عشق خدمتتون عرض کنم. و یکی از مشخصات و ویژگی‌های آدم عاشق نه تنها آزادی، آزادگیشه. و مقصود من از آزادی پیروی از قانون درست، خوب و مناسبه، و مقصود از آزادگی اینه که باور به خوب و بد و درست و غلط نداره، یا کمی معتقد دنیا درسته و خوبه 5%، کمی دنیا غلطه و بده 5%، 90% دنیا دنیای تفاوته. دنیای تفاوتی یعنی چی؟ یعنی کاری که من و شما میکنیم نه درسته نه غلط، نه خوبه نه بده. لباس شما نه درسته نه غلطه، نه خوبه نه بده. لباس من نه درسته نه غلطه، نه خوبه بده، متفاوت. و تا زمانی که نرسیم به اینجا گرفتاری است. اجازه بدید یه حاشیه کوچک دیگه برم. تمام تاریخ و بشریت گرفتاری ما تو 4 تا زندان بوده و تو 4 تا بدبختی: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. انسان نادان بوده، ناتوان بوده، نیازمند بوده، نگران بوده. شما میدونید من بر همین اساس میگم هیچ کس تا به امروز در زندگیش گذشت نکرده. همه آدما نادان، ناتوان، نیازمند و نگران بوده. هیچ کس به خاطر بچه‌ها تو زندگی زناشویی نمونده. آدما نادان، ناتوان، نیازمند، نگران بوده. اون قصه رو این طرف خام داشته باشید. اهمیت مسئله است که این 4 تا نون نحس تاریخه. در مقابلش 4 تا ب در دنیای امروز پیدا شده که تا زمانی که جای اون 4 تا نون نشینه گرفتاری است. اولیش برابریه. تا برابری نباشه ما مشکل داریم. دوم برادریه. و سوم بهزیستیه، well-being. یعنی ما باید برابر باشیم، خواهر و برادر هم باشیم و بهزیستیه. اما چهارمی تعجب نکنید، این 3 تا به هست
به چهارم بردباریه، تالرنس، شکیباییه. یعنی رسیدن به این که ما با هم فقط متفاوتیم، درست و غلط و خوب و بد نیست، درست و غلط و خوب و بد هم یک کمی کمی تو دنیاست، بقیه دنیا تفاوت. غذای آدم ها متفاوت، لباس آدم ها متفاوت، نوع زندگی آدم ها متفاوت. شما پولتون رو خرج کتاب میکنید، من پولم خرج سینما میکنم، متفاوتی. و این تالرنسه که الان جهان رو به چالش کشیده. نمونش تو اروپاست. آیا ما حاضریم بردباری کنیم یا اهلش نیستیم؟ و بنابراین ملاحظه میفرمایید که من در مقام مقایسه با برادری و برابری و بهزیستی بردباری و شکیباری میذارم، تالرنس. اگر اینو نداشته باشیم یه گرفتاری تازه با توجه به توانی که پیدا کردیم برای نابودی خودمون و دیگران به دست آوردیم. حالا یه ذره حاشیه رفتم، ولی چون با توجه به حوادث اخیر جهان برای من موضوع اصلی و اساسی تالرنسه. و شما میدونید من معتقدم خوب و بد و درست و غلط رو خیلی نمیخوام بفهمم، نمیدونم، چون ته جهان نه سیاه نه سفیده، خاکستریه. و ما تو دنیای خاکستری با خاکستری خوب زندگی کنیم. پراکنده بود، ولی برای من ذهنم نسبت به این موضوع شفاف و روشنه. هر جا که مورد نظر هستالی هست خوشحال میشم در خدمت. به همین جد لباستون هم خاکستریه، چون شما جهان رو خاکستری میبینید. تصادفی شده. تصادفی شده. ولی حالا که میفرمایید چون مرتبطه بذارید ازش امتیاز بگیرم بعد. البته جواب نه. دکتر پرسش دیگه ای رو میخواستم مطرح کنم، ولی وقتی رفتید سر مسئله بردباری، در واقع شما بردباری رو در مقابل اون چه که میدونید که افراد به صف به عنوان ریسپکت به کار میبرن، نیست اینطور؟ یعنی احترام اون چه که شما فکر یعنی احترام به حقوق دیگران نیست، بردباری در مقابل تفاوتی است که با دیگران داریم. بردباری یعنی که تو توی و من و توی چیزای دوست داری من ندارم، توی چیزای باور داری من ندارم، تو توی و من هی بیخوری نباید بگم تو چرا اینجوری هستی و تو باید مثل من باش. این گرفتاری است. امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنم. واقعا تو دنیا دیگه این تقسیم دنیا به حلال و حرام، خوب و بد، زشت و زیبا، بهشتی و جهنمی، مؤمن و کافر، خودی و غیر خودی، یار و اغیار، دورانش به سر آمده. میخواییم پایبندش باشیم؟ باشیم. حتی اگر این حرفایی که من میزنم درست نیست، صلاحمونه، ولی همدیگر رو نابود میکنیم. این موضوع مسئله. خب شما چون اشاره کردید به حوادث مهم جهان در این روزا و من حیف میدونم که دو سه دقیقه وقتمون رو سر این نگذاریم، تبیین شما رو از حوادث اخیر ترور اهل قلم در پاریس میخوام بدونم. آیا این یه جریان یه طرف هست یا یک مشکلی است که شرق با غرب داره، جامعه مسلمانان با به هر حال با اعتقادات خودشون در درگیر شدن با غرب دارن، یا غرب هم دچار مشکلی است که شرق رو نمیتونه بفهمه؟ ببینید مسئله فهم نیست. به نظر من اولا یه مقداری حسنیت در کار نیست. از هر دو سو یکی اونه. اگر بخواید یه جلسه رو میشه براش کنید. اما نکته مهم یه چیز دیگه است. من شنیدم، نمیخوام بگم کی، چون برای من موضوع مهمه، آدما مهم نیستن، یا حتی ممکنه یه جایگاه یا موقف یه سیستم یا یه مجموعه باشه، که ما باید حرمت هم رو، احترام هم رو رعایت کنیم و به هم توهین نکنیم. من باش موافقم، ولی جای بحث داره. ولی دیگه منم قرار نیست بگم شما احترام ما و حرمت ما رو رعایت کنید، توهین هم نکنید، اما ما اگر یه کسی دینش متفاوته رو مثلا سرشن بره نجس بدونیم یا بکشیم. خب آخه منی که از مردم دنیا انتظار دارم هیچ کس نه توهین بکنه نه تأخیر بکنه که من باش موافقم، خب منم نباید تفکیک رو بندازم که بگم تو میری جهنم من میرم بهش. خب آخه این که دیگه و خیلی گرفتاریست. ببینید من یه مشکلی که تو غرب دارم اینه که در غرب صحبت از محبت میکنن، بسیار خوب، ولی وقتی آخرش به من میگن تو میری جهنم ما میری بهش، تو با خدا نیستی ما با خداییم، خب دیگه اون وقت باید بگید من محبت به تو میکنم، که خیلی سازگاری با حرفتون نداره. ولی موضوع پیچیده و دقیقیه و متاسفانه توش
سفسطه و مغلطه برای استدلال فرا بود. بنابراین هر کسی که معتقد ما باید همه رو عزیز بدونیم و افکار و عقاید رو محترم، بنابراین هیچ وقت هم نباید بگیم من خوبم تو بدی، من درستم تو غلطی، من مؤمنم تو کافری، من بهشتیم تو جهنمی. خب بعدم تازه عمل کنم روش و بعد بگم نه ما در این حال انتظار حرمت و احترام رو داریم یا عدم توهین داریم. موضوع بسیار دقیق و پیچیده و به همجاست که این بحثا هم اگه درست انجام نشه از آغاز تا پایان تکلیف موضوع روشن نمیشه و به نظر من نشده. به همجاست که هر کسی حرف خودش رو میزنه و احتمالاً خوشحال و راضی هم از حرف خودش و نتیجه‌ای که میگیره نیست. دکتر جان، شما در این مشخصه اصلی رابطه عشق و آزادی که فرمودید عشق فرزند آزادی است و علت عشق در انسان آزادی است، شما این رو فرمودید تا اونجایی که میدونم. بعد آمدید یه مراحلی رو ذکر کردید، گفتید عقل مشخصه اصلیش آزادی است و ما از آزادی به اخلاق میرسیم، به مسئولیت میرسیم و از طرف دیگه عقل میرسه به واقعیت و از طریق واقعیت به علم میرسه. خب توی این رابطه بعضیاش جنبه علمی داره، بعضیاش جنبه علمی نداره. مثلا فرض کنیم که اخلاق اون حلقه ایست که جنبه علمی نداره. داره؟ داره. ما علمی داریم به نام اخلاق؟ به نظر من به همجاست که اخلاق امروز علمی شده. یعنی تعریف اخلاق چیه؟ تعریف مسئولیت چیه از نظر علمی؟ و تو کدوم علم پایه‌اش هست؟ مسئولیت پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگرانه. اصلا ریسپانسیبیلیتی یعنی توانایی پاسخه. در تعریفش مشخصه و بنابراین تکلیف روشنه. ببینید حرفی که استالی میزنید بسیار دقیق و درسته. بحث اخلاق بحث فلسفی و مذهبی بوده، شما ما از قبل تصمیم میگرفتیم که درسته. امروز دنیای علم میگه بیارید این اصول اخلاقیتون رو، من میتونم نشون بدم که با واقعیت و علم و عقل میخونه یا نه. محبت رو، آزادی رو، عدالت رو من میتونم ثابت کنم که خوب است و درست، اون وقت و مفیده و صلاح و مصلحت و حقیقت بر اساس تعریفی که در دنیای علم تطابق شناخت با واقعیت به عنوان حقیقت. بنابراین یه روزی بوده کمطور که استالی به درستی اشاره فرمودید تو تقسیم بندی ها موضوعی اخلاقی موضوعی فلسفی و مذهبی بودن، ولی امروز وقتی شما بتوین نشون بدید که وقتی من دروغ میگم حداقل 30 جای بدنم آسیب میبینه، میشه گفت دروغگویی بده، بدن من آسیب میبینه. روزی که من ظلم میکنم مکانیزمایی در من به کار میفته که به من آسیب میزنه و اگر در بیداری و هوشیاری من متوجه شدم تو خواب سراغم میاد، پس یه واقعیت. بنابراین امروز میشه اصول اخلاقی رو که معمولا ما 4 تا 5 تا اصل رو میشناسیم دیگه، یکی عدالت و انصاف justice and fairness، یکی واقعیت و حقیقت reality and truth، یکی آزادی رهایی و آزادی liberty and freedom، یکی محبت و عشق kindness and love، و یکی که اخیراً پیدا شده حرمت و حیثیت honor, esteem, dignity. این 5 تا رو میشه ثابت کرد. اینا جهانی است؟ اینا کاملاً یونیورسال و جهانی است. یا اخلاق در رابطه با هر جامعه با جامعه دیگه ویژگی‌های خاص خودشو پیدا میکنه؟ نه، اتفاقاً مطلبی که باز هست دالیم فرید بسیار دقیقه. اخلاق جنبه یونیورسال و جهانی و انسانی داره. اون چیزی که به این جامعه اون جامعه مرتبطه ارزش هاست، value، یعنی واقعیات مرجع. یعنی شما در یه جامعه مثل واقعیات مرجع اخلاقی، نه واقعیات مرجع اجتماعی، یعنی ما برمیگردیم میگیم مرد بر زن برتره، این ارزشه که ارزش غلطی ضد اخلاقه. علم از جهل بهتره، این ارزشه. زندگی بهتر از مرگ، این ارزشه. چون ببینید یه اشتباهی که در این گونه موارد میشه تفاوت میان مورالیتی اخلاق و ولیو ارزش و هنجار یا نرم که قانون جزوش رو با تو تقسیم بندی درست روانی و به ویژه جامعه شناسیش داد. و به همجاست که برای من
مفهوم عدالت و انصاف برای تعریفش یا محتواش جای گفتگو داره، ولی همچنان مطلقه. یعنی البته نه تعریف ارسطویی که دادن حق هر کسی به هر کسی، چون مفهوم یه دوره. به همجاست که برتران راسل هم میگه هر کسی اگر غیر از ارسطو این حرف رو زده بود ما قبولش نمی کردیم. در حقیقت اون اعطاء کل ذی حق و حقه او در حقیقت اول باید تعریف بشه که حق چیه یا عدالت چیه تا بشه این بحث رو کرد. بنابراین امروز بحث سهمه. یعنی امروز وقتی عدالته فرض بر اینه که صلاحمون درسته و بعدم میخوایم که یک 7 میلیاردیوم این هوا مال من باشه، یه 7 میلیاردیوم این زمین مال من باشه، یه 7 میلیاردیوم این آب مال من باشه، حالا یا مالکیتش یا اختیار استفادهش. و بنابراین مفهوم عدالت امروز با مفهوم سهم نه حق، و بعدن حق برای پاسداری این سهم، و بعدن نظام ارزشی و قانونی و یا حقوقی برای حفظ این میاد. این تفکیک ها اگر به درستی صورت بگیره کمک بکنه. من اون زمانی که دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم، گفتگوی من درباره اخلاق، ارزش و قانون موضوع اصلی و اساسی من بود. و بعد اشتباهی که غالبا میشه تفاوت عدالت و نظم، عدل و نظم. چون غالب اوقات وقتی دوستان ما درباره فرض کنید جامعه صحبت میکنن یا مجازات، نظرشون به نظمه نه به عدل. و به همجاست که قانون ضروری نامطلوبه. یعنی همه قوانین همیشه یه جایی بدن و ظلم میکنن، همه قوانین. ولی ما اگر نداشته باشیمش آسیب بیشتری میبینیم. هر مورد، حتی یه موردی مثل چراغ قرمز که شما میرید پشتش میستید، این قانون برخی از اوقات بده. وقتی هیچ ماشینی نیست و شما هم کار واجب دارید یا فوق العاده مهمی که زودتر به فرزندتون که ناراحته برسید، ولی میپذیریم که اگه چراغ قرمز و به اصطلاح استاپ ساین نباشه ما اونجا کشتار میکنیم. بنابراین این قانون ضروری نامطلوبه. و به همجاست که در یه نظامی وقتی کارا درسته که قانونی حاکم نباشه و با توجه به موقعیت تصمیم بگیریم. ولی این کار چون شدنی نیست که ما سر چهار را برسیم ببینیم کی باید زودتر بره و کی مهمتره، آمدیم گفتیم خب بیستیم، همه 30 ثانیه یه دقیقه بیستیم. علتی که اینو دارم تاکید میکنم چون من بارها صحبتهای دوستان رو تو وسایل ارتباط جمعی شنیدم، مخصوصا دوستان وکیل ما رو، که چون یه نگاهی به مجازات دارند فکر میکنن که این مجازات عدالت رو برقرار میکنه. این تفکر تو ادیان هم هست که ما از طریق مجازات عدالت رو برقرار میکنیم. از نظر من مجازات و عدالت در بیشتر موارد در تضاد. هر اندازه که مجازات بیشتر، عدالت کمتره. ولی هر اندازه که مجازات بیشتره، نظم بیشتره. نظم هم نیست، زوره و ظلمه که بیشتره. به همجاست وقتی چرچیل میگه حکومت دموکراسی به این دلیل بهترین حکومته که ضعیفترینه، برای که قانون رو اگر وضع میکنه اونقدر تحمیل نمیکنه و مردم توانایی رو دارن که نگذارن مورد ظلم و زور قرار بگیرن و نظم رو با عدل اشتباه نکنن، درست میگه. حالا من شما از بحث عشق و آزادی به اینجا آمده، به تقصیر منه نشون. نه ببینید، هنجور دلتون خواهد پیش باید بریم سر تعریف مفهوم آزادی، چون من به هر حال این عوامل شما شمردید. انسان آزاد کیه؟ انسان آزاد کسی است که حق داره، اجازه داره و امکان اینو داره که انتخاب خوب و درست بکنه، که با اون انتخاب خودش حق انتخاب بیشتر داشته باشه و حق انتخاب بیشتر رو به دیگران بده. و این برای من بسیار مهمه. ببینید جامعه فروزنده، یک مقدمه. اجازه بدین، گفتید انسان آزاد کسی است که حق داره و اجازه داره و امکان داره و امکان انتخاب خوب و درست داره، که به
حق انتخاب بیشتر او کمک کنه و راه رو برای انتخاب دیگران باز نگه داره. یعنی چی؟ بذار یه توضیح عرض کنم. اولین سوء تفاهم اینه که ما فکر کنیم آزادی یعنی بیقانونی. بذار همینجا موضوع رو روشن کنیم. به دلیل اشیا و روابطشون هیچ موجودی، هیچ شیئی، هیچ شخصی هیچ وقت در جهان خارج از قانون زندگی نمیکنه. این توهم که آزادی یعنی هر کار دلمون خواست بکنیم اصلا چنین نیست. همینقدر که من هر کار دلم خواست بکنم هنوز تابع قانون طبیعتم. آیا من میتونم الان قدمو یه متر بیشتر کنم؟ آیا من میتونم الان 5 متر بپرم تو هوا؟ طبیعت به من میگه بشین سر جات. بنابراین اول مهم اینه که چون این سوء تفاهم بزرگیه، معناش اینه که همه ما همیشه تابع قانونیم. یعنی چی؟ یعنی من الان اینجا خدمت نشم تابع یه قوانم، برم شنا کنم یه قانون دیگه است، سوار هواپیما شم یه قاعده دیگه است، تو بارون برم یه قاعده دیگه است، غذا بخوام بخورم یه قاعده دیگه است، من هرگز از قانون راهی ندارم. برام این اولین سوء تفاهم اینه که ما فکر کنیم یه چیزی در جهان بی قانون عمل میکنه. من با ماجرای ذره و لحظه در فیزیک کوانتومی بحث ندارم، اون یه قصه دیگری است، ولی در جهان به قول معروف فیزیک نیوتونی که من حس و احساسش میکنم همه چیز بر اساس قانونه. بنابراین آزادی به صورت خیلی خلاصه انتخاب قانون درسته، آزادی انتخاب قید و بند درسته، آزادی انتخاب زندان درسته. خب من با این کلمه درست شما مسئله دارم. چرا نمیفرمایید که آزادی امکان انتخابه؟ نه اونو عرض کردم، نه میخوام چون اونو که از اول عرض کردم، ولی به من بذارید یه توضیح عرض کنم. برای که یعنی انسان آزاد ممکن نیست انتخاب بد بکنه؟ انسان آزاد هر آن میتونه انتخاب خوب یا بد بکنه، ولی ما اصلا چیزی به اسم انسان آزاد نداریم. انسان آزادی است که میتونه با انتخابش خوب یا بد انتخاب کنه. پس من هنوز گرفتاری دارم در فهمش. شما میفهمید گرفتاری در فهمش هست. گرفتاری در عرایض نامشخص و مبهم. شما دارید میفرمایید که انسان آزاد کسی است که اجازه داره و امکان خوب و درست داره که خودش انتخاب بکنه، راه رو برای انتخاب خوب دیگران باز بکنه. نه شما فرمودید انسان آزاد، من گفتم آزادی. آزادی یعنی نه اون با هم فرق داره. به همین جاست که بخوام یه توضیح کوچیک بدم. بفرمایید. ببینید جناب فروزنده، فقط برای روشن کردن حرف خودم، والا مطلب اصلی درسته. ببینید من وقتی که میگم آزادی یعنی انتخاب درست، انتخاب قانون درست، نمونه خیلی چیزش که بیش از همه من میفهممش قواعد و قوانین راهنمایی رانندگی. قوانین راهنمایی رانندگی به این معناست که ما اومدیم انتخابی کردیم که انتخاب درست و خوب و مناسبه. به همجاست که هستالی هم الان اگر بشی رئیس راهنمایی رانندگی شهر لس آنجلس، ای بسا دست به هیچ قانون نمیذاریم. این قانون به خاطر کسی و از که بلکه اومدید دیدید ما میخواییم دو تا چیز تو رانندگی باشه، سرعت که وقت تلف نشه، تصادف کم بشه. به همین جاست که شما میدید این فکر این که سرعت محدود باد باشه، گردش به راست و چپ نباشه، چراغ قرمز و سبز باشه، درسته. حالا به همین جاست که مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین چه بحثی رو میکنه. حرفش اینه که اصلا به یک اعتبار قانون گذار وجود نداره، قانون شناس. شما ممکنه به عنوان رئیس راهنمایی بگید ببینید این که ما 30 ثانیه به 30 ثانیه چراغ رو قرمز و سبز می‌کنیم با توجه به شناختی که از انسان داریم اشتباهه، دو دقیقه دو دقیقش کنید، خطر تصادف رو کم می‌کنید، سرعت رو بیشتر می‌کنید. به همین جاست که اومدن چه کردن؟ چراغایی هستن که 15 ثانیه ان، 30 ثانیه ان، 1 دقیقه ان، 2 دقیقه ان، حتی در شهرهای مختلف با توجه به میزان کار اتومبیل ببخشید و شرایطی که وجود داره. بنابراین شما روزی که فرمودید در این شهر آزادی رفت و آمد وجود داره، اصلا مقصود شما این نیست که بی قانونیه. اتفاقا نظر استالی اینه که بهترین قانونها وضع شده و به همجاست که همه احساس آزادی میکنن و ما آزادیم در رانندگی. آیا مقصود از آزادی رانندگی بی قانونیه؟ نه. روزی ما سریع و راحت میرسیم و بی خطر که رعایت این قوانین رو میکنید. به همین جاست که میان شما باید گواهی نامه داشته باشید، مثلا مست نباشید، سرعت اینجا 30 کیلومتره، اونجا میتونید به راست بپیچید یا نه، و همه اینا قید و بنده.
ولی به خاطر این قید و بند خوبه، درسته، مناسبه که من و شما احساس آزادی میکنیم. بنابراین برمیگردم سراغ بحثم. از نظر من موضوع اصلی و اساسی اینجاست: آزادی بی‌قانونی نیست، آزادی دل بخواه نیست، آزادی انتخاب قانون درست، راه و روش درست. و عشق میاد فرزند این آزادیه. اون البته باید یه ذره بریم تا برسیم بهش. به این زودی بچه تولید نمیشه که استالی میخواید از توش بچه رو در بیاره. right. برای این که تو این آزادی و آزادگی است که مسئله عشق مطرحه. حتی یه چیز ظاهرا خیلی نامرتبط، شما میدید در انگلیسی یه حرف درستیه از نظر ازدواج، راضی نمیگمش، میگه first you should divorce your parents then get married. یعنی اول شما باید پدر مادر طلاق بدید بعد باید ازدواج کنید. بسیاری از ما ایرانی‌ها به دلیل وابستگی به پدر طلاق ندادیم، بنابراین ازدواج هم نمی‌کنیم، اونم میشه عروسمون یا دامادمون، بعدم اصلا جز خانواده ما نیست، بعدم هرچی شد جد، گرفتاری اونجاست. یعنی میخوام به شما بگم اتفاقا همینجا آزادیه. شما روزی میتونید عاشق بشید که آزاد باشید. آزاد باشید از چی؟ از همه اون بار بد و منفی که است، از جمله از همه روابط گذشته. باز همینجاست که شما با من آشنایی. من معتقدم no friendship after relationship. روزی که شما با یه آدمی رابطه داری، چه فیزیکی، چه جنسی، چه احساسی عاطفی، چه هر دو، وقتی تموم شد با پرونده رو ببندید. دوستی نمیتونید داشته باشید برای که شما رو آزاد بگذاره تو رابطه بعد. واسطاری باز میدونید آدمی که میگه من از یه رابطه اومدم بیرون، میگم بر اساس سالهایی که تو اون رابطه بودی و شدت ضعفش حداقل یک ماه در رو ببند. نه تو زنی نه مردی، نه زنی نه مردی وجود دارن. برو زندگی تو کن تا خودتو پاک کنی. نه شما میگین 6 ماه. نه 6 ماه برای عاشق شدنه. نه 6 ماه گفتید که بنده دو سه بار این از شما شنیدم. وقتی که از یک رابطه اومدید بیرون تا 6 ماه فکر کنید، نه زنید نه مردید، برید پی زندگیتون تا بعد زمینه فراموش. حالا من شما خودتون اینجا هستید میگید یه ماه رو باید قبول کنید. اگر یک کسی یه ماه توی رابطه بوده که شما نمیگید 6 ماه صبر کن، نه، ولی اگر به من بفرمایید 15 سال بودید میگم یه سالی صبر کن، چون اغلب برای هر یه سال یه ماه رو لازمه که آدم بتونه پاکش کنه. بنابراین اون حرفی که هست داریم زنید از این نظر درسته. من میدونم که دارم زود میرم جلو، ولی میخوام یه جایی شما رو گیر بندازم. اصلا کار مشکلی نیست، من اصلا خودم گیر هستم. نه ببینید، شما میگید آزادی، تکرار میکنم که خوب فهمیده باشم، آزادی حق و اجازه امکان انتخاب درسته برای خودت و اینکه راه رو برای دیگران آماده کنی که اونها هم انتخاب درست کنن. خودت هم گیر نیفتی. ببین من میتونم از آزادیم استفاده کنم، هروئین بزنم، بعد حالا گرفتار میشم. خب حالا اگر اینه ببخشید و بعد عشق فرزند این آزادی است، خب قاعدتا من این ترانه‌ای که از خانم گوگوش پخش کردم، این که طبق این تعریف شما انتخاب درستی نیست. من چه میگم؟ من حقیقتش ایشون رو شنیدم ترانه رو، ولی مطالبش یادم نیست. اگر هستالی بفرمایید مطالبش روابط دو زن با همه، روابط لزبیان هاست و بهتر در مقابلش روابط گی هاست. خب من قبلا شما قبلا سر مسئله عشق توی آخه نه وقتی شما آخه همش گفتید که شما این تعریف جدیدتون. نه تعریف قدیمیه منه، 20-40 سال اینا. نه نمی تعریفی که امروز با این دیتیل میفرمایید منو به اینجا میرسونه که آیا این روابط عشق یا عشق نیست. آدم همجنسگرا و آدم لزبیان عشقش با معیارهای شما میخونه؟ من گرفتاریم اینه، من نمیفهمم. شما قبلا هم گرفتار بودید سر این موضوع. همیشه گرفتارم سر این موضوع. حالا ببینید، اگر شما جناب فروزنده عزیز عشق رو نظریه فروید میبینه که من باش موافقم که سبلیمیشن یا والایش میل جنسی است، یعنی وقتی که میل جنسی به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و اخلاقی‌ترین و انسانی‌ترین صورت خودش در میاد، رابطه جنسی میشه عشق. خب و اگر رابطه جنسی اساسش بر تولید مثل، اون وقت ماجرای دو تا زن و دو تا مرد زیر سوال میره. نه نشد، شما جوابشو بدین، چرا سوالو طرح می‌کنید؟ آخه میگم شما اگر اینو قبول دارید، منی که قبول دارم جوابم مشخصه. بنابراین رابطه دو همجنس عشق نیست. نظر من نیست بر اساس تعریف من ازش، برای که توش تولید مثل نمیتونه اتفاق بیفته.
برای که زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک نره. به من میگید همین امروز هم شاید هستید تو خط رادیو نفر آخر قبل از اینکه بیام اینجا آمد، از نظر من هم جنس گرا همون اندازه خوبه و درسته که من هستم که هم جنس گرا نیستم، اونو میفهمم. ولی شما دارید بحث عشق کنید، درست مثل که من برگردم بگم مگر حاملگی موضوع انسانی نیست؟ شما بگید بله. بعد بگم چرا مرد نمیشن؟ خب زنا میشن، مرد نمیشن. مسائل نباید با هم مخلوط کرد. بنابراین شما به من میفرمایید این تعریف تو، این نظر تو که درباره عشق و فکر میکنی این تعریف بهتریه، نمیدونم که اینا که تعریف دیگه، اینا برای حقیقت قراردادی است، این تعریف تو اصلا نمیگم نیست بهتره، آیا در اینجا قرار میگیره؟ پاسخ من نه. قبلا هم خدمتتون عرض کردم، چون ببینید تمایل جنسی و تولید مثل پایه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی داره. تمایل جنسی در ارتباط با تولید مثل و تو حیوانات هم هست. شما وقتی ماجرای تمایل جنسی و تولید مثل رو با هم مخلوط میکنید، ناچار به اینجا میرسید که باید از جنس مخالف باشه که بشه عشق. الزاماً تمایل جنسی به دنبال تولید مثل نیست. نه، ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک میگه این چنین. یعنی شما تو سیستم ژنتیکی در حالت شما اگر تمایل جنسی دارید تولید مثل ندارید، اگر میل تولید مثل دارید تمایل جنسی ندارید، اون به خاطر آسیبی است که من تو راه خوردم. مثل چشمی است که نمیبینه. ما نمیتونیم بگیم ما دو جور چشم داریم، چشمی که میبینه و چشمی که نمیبینه، چون موقع دیگه همین سیستم رو به هم میزنیم. میپذیریم چشم باید ببینه، چشمی که نمیبینه آسیب میده. نمیتونیم بگیم آدم ها دو نوع، یکی زنده یکی مرده. نه، ما آدم رو یه نوع میدونیم، وقتی نیست میشه مرده. من نمیتونم بگم علم و جهل یه چیزن. ببینید اینو اومدیم تفکیک کردیم، ولی اگر بخوایم تو اون مبانی و تو اون مبادی بحث بکنیم میشه بحثشو کرد، ولی شاید گفتگویست که از حرف شروع میشه و به حرفم خاتمه پیدا میکنه. بنابراین یه توافقی کردیم، به همینجاست که بنده خدمتتون چرا با اون قید احتیاط عرض کردم اگر شما چیزی رو به اسم عشق قبول دارید که من دارم، امروز هم از نظر مغز میشه نشون داد هست، اگر این عشق رو والایش و سبلیمیشن میل جنسی میدونید که من میدونم، اگر این میل جنسی رو با تولید مثل به زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی رو مرتبط کنید، نتیجه اونه. بنابراین باز بذارید یه نکته کوچیک عرض کنم، من عشق مادر به فرزند رو میدونید قبول ندارم. من عشق همنوع و قبول، من عشق به خدا رو قبول ندارم. نه اینکه بگم همچی چیزی نیست، حتی نمیخوام بگم همچی احساسی نیست، نمیخوام بگم این احساس مهم نیست. ای بسا یه مادر احساسش ناجب فرزندش هزار برابر بیشتر از هر عاشقی باشه، بحث من اون نیست، ولی اسمش عشق نیست. برای اینکه رابطه میان دو تا آدم برابر نیست، رابطه بین دو تا آدم خودکفا نیست. به همین جاست که شما باز میدونید تو تقسیم بندی من، نه اینکه بگم درسته، تو تقسیم بندی هر کسی حق تقسیم بندی داره، من عشق رو فقط میان زن و مرد میبینم. دکتر امروز از نظر علمی همطور که گفتید میشه این امواج رو دید، امواجی که در مغز ایجاد میشه رو دید، میشه این نقطه ها رو مشخص کرد. آیا این نقطه هایی که تمایل عشقی رو شما عشق رو میشه دید همون مچ میکنه دقیقا با همون نقاطی که در رابطه میل جنسی میشه دید، یا متفاوتن این نقطه ها؟ به یک اعتبار مرتبطه، میده متفاوتن. ببینید به نظر میرسه سوالمو کاملا به نظر میرسه خیلی عوض میخوام چند تا چیز تو هم گره میخورن تو مغز تو مراحل آخر جنین. یکی مسئله لذت و درد، یکی مسئله مرگ و زندگی، یکی موضوع تولید مثل، یکی موضوع امنیت، یکی موضوع آرامش و یکی میل جنسی. اینا تو هم گره میخوام و وقتی کودک به این دنیا میاد همه تو منطقه دهانش و همه این میلا، همه اینا، و به همین جهت است یا به همین جهت است که نوزادی که به این دنیا اومده خدا یا طبیعت یک مهارت رو بهش در شکم مادر یاد داده و اونه نکیجش گفته اینکه دو ماه آخر بشین انگشت تو شست تو مک بزن، و بنابراین شما عکسی که از شکم مادران میگیرید بچه نشسته داره شستشو میخوره برای که میخواد اینو یاد بگیره. این دنیا هم که اومد تنها هنری که داره بچه
فقط و فقط تنها مهارت و اسکیلی که داره مک زدنه. خدایا طبیعت هم اول کارخونه شیرسازی رو به مادر داده، بعد سینه مادر رو قلمبه کرده، بعد سرش هم یه چیزی گذاشته که مطابق است با دهان بچه. یه چیز عجیب و غریبی هم نیست. و بعد این شیرم به گونه‌ای میاد که بچه وقتی میخوره خفم نمیشه، زیادی هم نیست، یعنی کار رسش بده. یه شیر آبو تو دهنش باز نمیکنید که خفه بشه. یعنی شما ببینید این ماجرا به این شکل و فرم صورت گرفته. اما تو این لب الان چیه برای بچه 3 ماهه یا 6 ماهه؟ لذت و درد هست، زندگی و مرگ هست، امنیت و آرامش هست، تمایل جنسیش هست. چرا میدیم تمایل جنسیشه؟ برای که اگر این جاسبینه تو بزرگسالی مشکل جنسی داره، برای که اورال فیکسیشن پیدا میشه، تثبیت دهانی. بنابراین من و شما به راحتی میتونیم اینا ببینیم تو هم گره خوردن، و چون تو هم گره خوردن موضوع به این سادگی ها در حقیقت نیست. بعدن این تمایل جنسی جاش رو بعد از 14 ماه اول عوض میکنه، بعد از 3 سالگی باز عوض میکنه، بعد از 4 سالگی عوض میکنه، برای که این باید به جایی مختلف بره. ولی به همجاز که شما چی میبینید در یه بچه 3 ساله 5 ساله، حتی آدم بزرگ سال، نگرانه، داره شستشو میخوره، دستشو میکنه تو دهنش، دکتره، مهندسه، یه چیزی نگرانش بگه. بسیاری از آدم ها ناخوناشون رو نمیگیرن چون میکنن. بسیاری آدم ها دارن همیشه انگشتش هست بکنن. یه بچه 3-4 ساله داره تلویزیون میبینه، میره تو اون حال راحتش، دستش تو دهنش داره میره. بچه شب مک میزنه، پسرونک تو دهنش ندید، لبش رو تکون میده، نمیخوابه، خواب راحت و آسوده نداره. بنابراین موضوع رو وقتی یه ذره دقیق بهش نگاه میکنیم یه کمی میشه این رابطه ها رو پیدا. آقای دکتر، وقتی میفرمایید که تمایل جنسی و به اصطلاح تولید مثل، درسته، دو عنصر اصلی عشقه، نیست اینطور؟ چرا؟ خیلی خوب، فقط همین دو عنصره، یعنی تمایل جنسی و مسئله تولید مثل؟ نه، ببینید باز بحث من چیز دیگری است جناب. من معتقدم ریشه عشق تمایل جنسی و تولید مثل است، ولی بعدن شاخ و برگی که پیدا میکنه نیست. به همین جاست که از نظر من عشق امنیته، عشق اطمینان. هر کدوم از این ریشه ها اگر آسیب ببینه هنوز عشق است؟ هر کدوم از این آسیب ببینه فرد عاشق دیگه نیست. مثل اینکه من اگر دونده هستم پام بشکنه دیگه. وقتی دو معشوق با هم عاشق و معشوق با هم زندگی میکنن ولی بچه ای به وجود نمیاد، دیگه عشقی نیست؟ حتما هست، برای که اون لازمه میل و آمادگیشه. اگه به وجود نیومد نیمده، اگر نخوان جای سواله، اگر نخوان که به وجود بیاد جای سواله، جای سواله. برای که ببینید جامعه باز فروزنده، شما اگر سیدی های من دیده باشید خیلی هم پاش محکم ایستادم. به نظر میرسه، نظر و باور من اینه که به دلایلی که عرض کردم، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. معنی دیگرش که امیدوارم کسی را اذیت نکنم اینه که اگر شما نمیخواید ازدواج کنید و اگر نمیخواید بچه دار بشید، من میتونم نشون بدم یه جای آسیب دیدید، و به جرأت میتونم بگم بیش از 1000 مورد رو خط رادیو تلویزیون آمدن که تمایلی به ازدواج نداشتن یا تمایلی به بچه، یا یه جوری ایام رو گذروندن که دیگه از ازدواج و بچه خبری نیست. باورم کنید از هر هزارتاش بدون استثنا در گفتگو به این نتیجه رسیدیم که یه آسیبی بوده. چه بوده؟ فرض کنید، قبلا هم عرض کردم، شما اگر بچه آخرید و تعداد بچه ها مثلا بیشتر از 4 تاست و دخترید، اگر زنا 10% تمایل به داشتن بچه ندارن، شما 40% ندارید، 400% بیشتره. خب نشون میده فاکتور خواستن و نخواستن بچه به خیلی چیزا مرتبطه. شما بچه چندمید؟ شما اگر قرار بوده از خواهر برادر کوچکترتون مواظبت و مراقبت کنید، به دلیل اینکه ماجرای کودک و کودکی با استراب در مغز شما شرطی شده، شما علاقه به بچه ندارید. به جرأت میتونم بگم 500 نفر آمدن همین امروز، من به خانم چی عرض کردم، دوقلو داشت کوچکتر از خودش 7 سال، خانم 34 سالی بودن که افتادن با یه آقای دانمارکی ازدواج کرد. خدمتشون عرض کردم که شما
به نظر من ای بسا دوست دارید بچه دار نشید، برای که گفتم نه تنها تو مادری تو کردی، مادر بزرگی رو کردی، برای که وقتی شما دو تا برادر خواهر بزرگتر دارید، بچه سومی بعد از 7 سال دو تا دوقلو میاد، شما مطمئنا مادر اینا میشید، برای که یه مقدار از مسئولیت ها به گردن شما میفته. در مغز شما چه اتفاقی میفته؟ از نظر علمی میدونیم ماجرای کودک و کودکی با نگرانی و ناراحتی کاندیشن میشه. شما میرسید به سنین بزرگسالی، شما دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید. همین دوست خوب و عزیز اگر همین امروز رو که هست سالی چهار چنیده باشید، دختر خانمی که تشوردن 34 سالشونه، با یه آقای ازدواج کردن دانمارکی که بکنم 48 سالش بود، 14 سال بزرگتر، 3-4 سال ازدواج کردن، حرفشون عبارت از این بود که من الان رابطه هم چنین و چنان شده، کاری به اون ندارم. بعد حرفش این بود، بهش گفتم شما حتما و فکر بکنید باید و حتما بچه رو چوشی، گفت بعد بله. بعد دیدم مثلا میگه خب من مثلا از این جدا بشم، بعد دارم یه شوهر پیدا کنم از اون بچه دار بشم، چون مثلا با این راحت نیستم. گفتم آخه عزیز کی گفته در سن 34 سالگی شما جدا بشید، برید بگردید، ازدواج کردید، رفتید دانمارک، حالا برگردید ایران و بعد همینجور شوهر ریخته که شما پیدا کنید بچه دار بشید؟ شما فکر نمی کنید داری بازی در میارید؟ چون باز تکرار میکنم، هزار موردش، هزار نه یک دوتا رو خط آمدن و معلوم شده که بچه نمیخوان ولی به خاطر آسیبه، برای که جایگاهشون تو خانواده مسئله است و اینا رو میدونیم. شما من بگید حتی همین هفته گذشته آقایی آمدن که بچه چهارم بودن، بچه نمیخواستن، حتی آقایی بودن، علت چه؟ یعنی این مورد مورد نیست که یکی دوتا دهتا بیستا باشه، بعدم قاعده مطالعه شده است که ما به چه شدتی بچه میخواییم. بسیاری از ما حتی بازی در میاریم. ببینید یه درصد بالایی از مردم میرن با کسی ازدواج میکنن که مطمئنا ازش جدا میشن، یه دسته آدمایی با کسی ازدواج میکنن که فقط وقت بخرن، مخصوصا از نظر خانما دوران بچه دار شدنشون که نزدیک 40 بگذره. و باور کنید به راحتی اگه کسی برنامه‌ی منو تعقیب کرده صدها مورد اینو دیده، من هنوز یاد ندارم یه خانم و آقای بیان در جایگاهی درستی باشن، آسیبی ندیده باشن، بگن من ازدواج نمیخوام بکنم و بچه نمیخوام داشته باشم. باور کنید تا حالا ندیدم. ولی به من بفرمایید تو کار روان درمانی و تراپی، تو کنفرانس ها و کلاس ها، رو خط رادیو تلویزیون، 10,000 تا از اینا رو دیدید؟ میگم بله 10,000 تا. خب اگر من یه چیزی رو 10,000 بار میبینم و یه دونه مخالفش رو نمیبینم، در علوم اجتماعی که از تاری متخصصید نمیتونم یه نتیجه بگیرم که خب به نظر میسه این قاعده است. جناب دکتر، در یک از این تکس هایی که آمده میپرسن که کسانی که عاشق میشن ازدواج نمیکنن اما فرزند نمیخوان رو شما باشون مسئله دارید؟ من ندارم. از نظر من مسئله دارند، یعنی همونطور که عرض کردم یه آسیبی است که تمایل به داشتن بچه ندارن و فکر می‌کنم اینقدر تاکید کردم که اگر آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه بچه دار میشه، بنابراین مسئله بچه. دوم هستالی میدونید که مطالعات نشون میده دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم بیش از هر چیزی وصل می‌کنه، یکی رابطه جنسی، یکی بچه. ولی قلاب عشق نیست؟ نه آخه قلاب عشق که وصلشون کرده. اگه به من بگید وقتی از عشق در اومدن همه چی به هم میخوره، خب اون یه قصه دیگری است، چون موضوع فرض بر اینه که زن و مردی هستن که ازدواج کردن و عاشقن. عرض من این است که دوتا قلابی که زندگی زن و شوهر نگه داره بیش از هر چیز دیگه بچه است و رابطه جنسی. زندگی زن و شوهر رو نگه میداره right. ولی در بقای عشق قد ماست. آخه بقای عشق داشته است که عشق موجوده که ممکنه زنده بمونه و رشد کنه یا ممکنه بمیره. خیلی خوب، این که بمونه و رشد بکنه یا بمیره تابع چه شرایطی؟ یکیش همین دوتاست، رابطه جنسی و بچه و چیزهای دیگه. ولی اینا هیچ کم عامل در حقیقت بود و نبود یا تعیین کننده نیستن، ولی عوامل سازندش هستن. مثل اونی که شما بگید من از کسی خوشم میاد، نه از شکلش خوشم میاد، نه از صداش خوشم میاد، نه از عقلش خوشم میاد، نه از هوشش خوشم میاد، نه از ترجمه، خب چیزی نمیمونه دیگه. ولی اینا نباید با هم یکی دونست. چهارت به معمول
نباید قانع بشید برای خب. نه من اصلا سر اینات با خودم ندارم، اتفاقا میخوام قانع بشم. نه متوجهم، ولی میخوام بگم که آخه مسائل نباید با هم مخلوط کرد، چون مطلبی که شنونده یا بیننده خوب و عزیز مطرح فرمودن اینی که اینا خواهیم باید به من نشون بدن که هیچ عیب و ایراد ندارم. ببینید جامعه فروزنه، بیا نگاه کنیم این چرا آدما، بگید چرا آدما بچه نمیخوام. مثال عرض میکنم، یکیش نمیخوان مسئولیت بپذیرن. خب ویژگی اصلیش مسئولیت و تعهد کامیتمنت. دوم نمیخوان با خطر زندگی کنن. عشق خطرناکترین کار دنیاست. یعنی شما میرسید به اونجایی که اون پدیده یک خواهی عشق رو دارید توجیه. نه اصلا کاری به اون نرم. عرض من این است که روزی که کسی به من بگه من زنم شوهرم رو دوست دارم، ازدواجم با هم کردیم، ولی بچه نمیخوایم، من دو چیز رو نشون میدم. یکی نشون میدم آسیبو. هر کسی که میخواد بیاد رو خط رادیو، اینجا که نیست، هفته 20 ساعت من رو خط رادیو، بیاد با هم صحبت کنیم. دوم نشون میدم که مشکل روانی دارن. دیگه خیلی تون رفتم. یعنی مسئولیت رو دوست ندارن، تعهد رو دوست ندارن، قید و بند رو دوست ندارن. آخه ببینید جام فروزنه، بذارید این میدونم بازی حرفیست که سوء تفاهم به وجود میاره، بیاد برای نگاه کنید به حیوانات. تمایل جنسی به صورت اینستینگ و غریزه هست و مواظبت از فرزند به صورت غریزه هست در دورانی که بچه‌شونه. از جانشون میگذرن، از غذاشون میگذرن، از همه چیز میگذرن به خاطر بچه. بعدم این که تغییرات پیش میاد، ما از یه جهاتی که نمیتونیم بگیم ما شبیه حیوانات تو این گونه موارد نیستیم. ما از نظر جهاز هاضمه‌مون، از نظر تنفسمون، از نظر تولید مثلمون، از نظر رابطه جنسیمون خیلی شبیه حیواناتیم. خب همه اونا رو نگاه کنیم. دکتر بیننده دیگری نوشتن که دکتر هولاکویی با ارزش‌ترین مهمانی است که شما دارید. نه اینا من یکی از دوستان خواهش کردم نوشتید از کانادا هم فرستادن. من گفتم لطفا اینو بفرمایید، شما رو تحت تاثیر قرار بدم. بله ممنونم. آقای دکتر، یه بیننده دیگری پرسیدند که تغییر رو با توجه به اون چهار بی که فرمودید چگونه توضیح میدید؟ بیشتر از اینم ننوشتن. من نمیدونم، عرض من این است که ما از این چهار تا نون باید در بیایم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی دانا بشیم، توانا بشیم، خودکفا بشیم و به امنیت و آرامش برسیم. این چهار تا رو با درست کنیم چون خرابیه. بعد باید بریم بپذیریم اصل برابری رو، یکسانی نمیگم، برابری رو، ایکوالیتی رو. بعد بپذیریم برادری رو، ما همه خواهر برادر هم. سوم بپذیریم ما به دنبال بهزیستی هستیم تو این دنیا، ویل بینگ. مال دنیای قبل و بعد و اینا هم کاری نداریم، بزن همینجا خوب زندگی کن. و چهارمیش در دنیای متنوع 7 میلیاردی امروز ما احتیاج به بردباری و تالرنس داریم که من شما رو همینجوری که هستید بپذیرم. عقایدتون مادام که شما هست برای من عزیز و محترم. بخواید با هم بحث بکنیم بحث بکنیم. شما میدونید من حاضر هستم بحث بکنم، خیلی هم جدی. یه اشارت فرمولی عصبانی میشیم، نه من بحث رو جدی میگم. اما به مجردی که گفتید این عقیده منه، مثلا بحث شما به من بفرمایید که فلانی، من مثلا به عشق باور دارم یا ندارم، برای من همون آدم قبلی و هیچ فرقی نمیکنه که اصالتی دارید یا ندارید. اما اگر گفتید بیا من به تو ثابت میکنم که عشق هست یا نیست، من حالا به خودم اجازه بدم که درباره این موضوع با شما بحث بکنم به عنوان یه انسان. ولی اگر آخرش فرمودید من اون عقیده رو دارم، هرگز من فکر نمیکنم شما عقیده غلط دارید. من دیروز سر کنفرانس هم عرض کردم من به وجود خدا باور دارم. یادتون باشه قبلا با هم صحبت کردیم، یکی بعد میگه منم به وجود خدا باور دارم، یکی هم کنارش بگه ندارم. برای من هر دوتاشون یکیه. برای که من میدونم به وجود خدا باور دارم بدون هیچ دلیلی، اونی هم که میگه باور داره و اونی که میگه ندارم، هر سه تا اون بی دلیلی. امتیازی هم برای خودم قائل نیستم، فکرم نمی کنم ما دوتا شبیه همیم اصلا. و باور کنین به اونجا رسیدم و این مسئله بردباری است، تالرنسه. به همینجاست که دوستان عزیزان میان با من کار دارن، معتقدند، عزیزند و محترم، معتقد نیستن بلکه عزیز و محترم، بحث بخوان بکنن جدی میشن. همینجوری حرفاشون اصلا نمیپذیرن، مشخصم میگم. انتظارم دارن که باور و اعتقادشون رو تبدیل به عملی که مزاحمت یا هر چیز برای دیگران به وجود نداشته باشن نگهش دارن.
فهمیدست که من عقیده آدم ها رو محترم میدونم، خودشون هم عزیز، کاری هم به کارشون ندارم. آقای دکتر، بیننده دیگری از شما این پرسش رو مطرح کردن که آیا اون چه که شما میگید بر مبنای اگزیستانسیالیزمه؟ یعنی شما به اگزیستانسیالیزم باور دارید؟ نه، من بگذارید، چون میدونین اگزیستانسیالیزم یه فلسفه است که در حقیقت با یه نوع دهنکجی خاص به مارکسیست در اومده، در مقابل جبر تاریخ اینجا آزادی است، ولی انواعی هم داره. ولی برای اینکه پاسخی داده باشم، من اتفاقا با اگزیستانسیالیسم مسئله و مشکل دارم، برای اینکه اگزیستانسیالیست ماجرای درست و غلط و خوب و بد رو کاملا رد و نفی میکنه و من همطور که از آغاز عرض کردم 5% 10% دنیا رو خوب و بد و درست و غلط میدونم، 90% بنابراین نه، من ابدا اتفاقا با فلسفه‌ای که خیلی موضوع و مسئله دارم اگزیستانسیالیسته و به نظر من یک حاشیه است و به زودی هم میره دنبال کارش برای که جایی نداره و ضمناً حالتهای اغراق‌آمیز اگزیستانسیالیست رو هم اصلا علمی نمیدونم. امیدوارم به ژان پل سارتر بر نخوره وقتی میگه اگر یه چراغ قهرمان اول دو دنیا نشه تقصیر خودشه، من زیر بارونم میبینم، چون میخواد بگه انسان اینقدر آزاده که هیچ قید و بندی نداره. به نظر من اگر شعار حرفی ندارم، ولی اگر شعور قبول ندارم. دکتر، بیننده دیگری پرسیدند که من در مورد عشق میخوام بدونم، اونها ازدواج نکردن، دارن از یه کاپلی اشاره میکنن که ازدواج نکردن و الان از هم دیگه دورند، ولی به هر حال هنوز یکدیگر رو دوست دارن و عاشق همن. آیا این من مشکلی ندارم؟ ببینید، ماجرا این بود که من نخوام رابطه جنسی داشته باشم، مثلا اینکه بخوام نتونم که اشکالی نداره، مثل که الان من شما دلم میخواد کتاب بخونیم، ولی الان ممکن نیست، این دوتا رو که نباید با هم یکی کرد. بیننده دیگری، دکتر، باید به اندازه وزنت طلا به پات ریخت، قدرت را میدانیم و نامت در تاریخ ایران خواهد ماند. این نفر دومه، سومی هم میرسه. سپاسگزارتونم از محبت. بنابراین اگر سومی هم باید، من دیگه سه تا رو بیشتر قرار نذاشته بودم که بتونم استالی رو تحت تاثیر قرار بدم. ساعتم خوشبختانه داره به آخر میرسه، ولی فکر نمی کنم، شاید آخه شما قولی که دادید خراب شد. یعنی که فرض راجع به عشق و آزادی حرف زدیم، من شما رو به بیراهه بردم. اتفاقا بعضی وقتا بیراهه زیرسازی داره میکنه یه بحث بهتر رو در آینده. بر اون حتما اینطوره، ولی من نیستم. نتیجه این است که در هفته آینده من اجازه نمیدم شما منو فریب بدید و بحث رو اصلا در مورد، چون ما شروع کردیم در مورد غریزه، رسیدیم به آزادی، ولی خود آزادی رو بحث نکردیم. ببینید، نرز نکردم. هستالی کارتون درسته، من کارم بخواد با عشق و راجبش یک کمی صحبت کردیم، ولی راجب آزادی درست کمکی اشاره کردیم. هستالی فرمودید که به همت بنیاد مهرگان ما اولین سمینار اون سمینار آزادی درست بود، سیری دیویدار شد، بس بهترین هم راجبش حرف زدن. همینجا عرض کنم سمینار انسان و عشق که باز بهترینه، 14 تا سی دی یا دی وی دی، چرا ازدواج چرا طلاق 8 تا سی دی، 50 باید نباید در زندگی زناشویی 4 تا سی دی توصیه میکنم. ای دوستان علاقمندن یه مقدار اونجا در چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید، فقط صحبت 12 ساعته خود منه، ولی انسان و عشق سخن بسیاری از خوبان و عزیزانه، منم اونجا برای خودم به قول معروف یه حرفکی زدم. بس با اجازتون در جلسه آینده سر آزادی سنگامون رو وابکنیم، سر آزادی سر همون میباریم و بعد این ارتباط رو برقرار کنیم، چون این ارتباط که خام برقرار بشه شما میتونید قضیه رو منحرف بکنید و در این قسمت هم البته با حسن نیت این کار میکنیم. نه، من بدون تردید این چی میفرید، ولی قصد فریب شما رو ندارم، چون برخی از ما خودمون فریب خورده و رها شده است. سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.